با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار، و امیدوارم که ویکند خوبی رو گذرونده باشید. شرایط سختی است، ولی باید ایستاد و به مبارزه و این راه ادامه داد. امیدوارم که هرچه زودتر به اون آزادی که حق مردم ما هست برسیم. بینندگان عزیز، امروز 14 اکتبر مصادف با 22 مهر ماه. 22 مهر با بانویی به دنیا آمد که همگی ما به وجودش، به خودش، به مرامش افتخار میکنیم. شهبانو فرح پهلوی، بانویی که زحمات زیادی برای مملکت ما کشید. خانم، یعنی در واقع باید بگم که مادر ایشون اهل لاهیجان بودند، خانم فریده قطبی، و پدرشون سهراب دیبا که اهل تبریز بودند. در مورد اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی باید این رو اضافه کنم که در رشته معماری در فرانسه تحصیلاتشون رو کردن. به زبان انگلیسی و فرانسوی تسلط کامل دارن. مطمئن هستم که در مورد ایشون بسیار میدانید، ولی اون چه که دوست داشتم بهش اشاره کنم و کارهایی که به نظر من در اینجا من دوست دارم، چون به این سوژه خیلی مطمئنم خیلی خیلی کارها کردن در طی سالیانی که در ایران بودن و برای مردم ایران فعالیت کردن، دوست داشتم به بخش بهداشت و درمان اشاره بکنم، به بخش خصوصی در مورد آموزش و پرورش کودکان بی سرپرست که بسیار فعالیت میکردن، و جمعیت به کمک به جزامیان، کانون پرورش فکری کودکان، نوجوانان، موزه فرش ایران، کارهایی که اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی کردند. و دوستشم اگه عکسشون رو بذاری ممنون میشم. شهبانو فرح پهلوی در مورد کانون پرورش فکری کودک پای گذار اون بودن بسیار فعالیت کردند. همینطور از حقوق زنان که در یکی از نخستین مصاحبه‌هاشون گفته بودن که در مورد پیشرفت زنان و اینکه زنان چه مقامی میتونن داشته باشن، مخصوصا بعد از انقلاب سفید، هیچ زنی بیکار نخواهد بود اگه کار میخواستن، و سازمان زنان رو تأسیس کردن. در مورد دانشگاه فرح پهلوی، اولین نهاد تحصیلات عالی ویژه زنان توسط شهبانو فرح پهلوی تأسیس شد. جمعیت خیریه فرح که جمعیت غیر انتفاعی بود در سال 1932 تأسیس شد. بنگاه حمایت مادران و نوجوانان در سال 1338 به فعالیتش شروع کرد. انجمن ملی حمایت کودکان در سال 1131، کنگره پزشکی ایرانیان در سال 1131 بنیان نهادند. جمعیت کمک به جزامیان که همونطور که گفتم بنیاد ایرانی بهداشت جهانی، که بنیاد بهداشت جهانی در سال 1148 بنیان گذاشته شد، و همینطور جمعیت حمایت از آسیب دیدگان سوختگی، جمعیت ملی مبارزه با سرطان، جمعیت طرفداران مرکزی طبی کودکان در سال 1140. در سال 1146 در مورد جمعیت مبارزه با سرطان ایشون فعالیت کردند. شورای عالی بهداشت رو در سال 1029 به ریاست شهبانو فرح پهلوی تأسیس شد. جمعیت بهزیستی ایران، آموزشگاه نابینایان، و به طور کل باید بگم که در مورد پیشاهنگی دختران در ایران، کانون کارآموزی، ببینید در یک مدت چقدر این بانو فعالیت کرده. بانویی که تمام انرژیش و قدرتش رو برای زنان و برای مردم ایران گذاشت. بانویی که به وجودش افتخار میکنیم و برایشون آرزوی مهربان، دوست داشتنی، و واقعا هرچی از
زحمات و کارهایی که ایشون کردن بگیم کم گفتیم. واقعا براشون آرزوی سلامتی میکنم و به امید روزی که با هم به ایران بریم، با مردم ایران و در کنار مردم. واقعا انسانی که همیشه در کنار مردم بوده و با مردم بوده و امروز هم هست. اگر امروز ملاقاتی با ایشون داشته باشید، اونایی که داشتن و دیدن، به این حرف من باور دارن. به ادامه برنامه بپردازم. در همین هفته نماینده خامنه ای، میدونید که الان که جنگ میشه میگه موشک میزنم، الان میزنم، فردا میزنم، پس فردا میزنم، این داستان همینطوری ادامه داره. ولی جمهوری اسلامی به طور کل از این جنگ وحشت داره. یعنی این که چون میدونن که مردم اینها رو نمیخوان، چون میدونن و دیدن بهشون ثابت شده، نه به جمهوری اسلامی، تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود، این شعار بچه های ایران بود. و اینها میدونن، برای اینکه میدونن حتی دیگه صداشون در اومده. ببینید در مورد این مسئله ای که نگران آشوب و مثلا شلوغی و اینها هستند تا نگران جنگ، نگاه کنید، این نماینده خامنه ایه. ما بیش از اون چه که نگران باشیم هواپیماهای دشمن بیاد مثلا یه نقطه ای رو بمباران کنه که نگران این قضیه نیستیم، نگرانیم که عوامل و اذنابشون بخوان فضای این کشور رو بکشونن به سمت آشوب و بلوا. مواظب نفوذ دشمن باشیم. بله، دیدید اینا نگرانن این که مملکتشون، مملکت ما، یعنی در واقع مملکت اونا نه، حکومتشون، ببخشید کلمم درست کنم، در خطر کامله. یعنی دیگه روزی دارن زندگی میکنن. امیدوارم و این گرانی و تورم و شرایطی که برای مردم ایران درست کردن از لحاظ گرانی و این میبینیم که روز به روز نون گران میشه، تخم مرغ گران میشه، مرغ اصلا یه عده نمیتونن غذا درست حسابی بخورن و این عده کسانی که آمدن و اقتصاددان هستن، کارشناس اقتصادی نام دارن و میدونید که این روزا صدا و سیما یه خورده، البته رئیسش رو بردن و مؤاخذه کردن و دیگه 800 سوال ازش کردن، حالا اونم بعدا براتون توضیح میدم این دفعه در یک جلسه دیگری. ولی حالا یک کارشناس اقتصادی رو آوردن، میدونید که هیچ جای دنیا این نیستش که تورم اینطوری هی تیکه 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 باره از دیروز، یعنی امروز به دیروز قیمت ها فرق میکنه. حالا این کارشناس اقتصادی به نام یزدی زاده در صدا سیما میگه که طی این 40 سال 11 بار حالا میگه که گرانی میاد و هی اشتباه میکنن و حالا این اشتباه رو این کارشناس اقتصادی ببینید که چی مینامه. نگاه کنید، 40 ساله ما عرض 7 تومانی رو کردیم 40 تومن، 40 تومانی رو کردیم 60 تومن، با امید که درست میشه دیگه، 60 تومانی رو کردیم 110 تومن، 110 تومانی کردیم 170 تومن، 170 تومانی کردیم 300 تومن، 300 تومانی شده 800 تومن، 800 تومانی 1226 تومن، 2226 تومن، 2500 تومن، 4200 تومن، 28500 تومان. 11 بار اگر در کشوری اشتباهی تکرار بشه اسمش خیانته، اسمش تکرار اشتباه نیست. 11 بار یک کاری رو انجام بدیم و به نتیجه نرسیم و دوباره هم بخوایم اقدامش بدیم، معلومه ما خائنیم، ما کارشناس نیستیم. بله، دیدید که از خیانت صحبت میکنه و واقعا شما امروز میبینید که در پی افزایش این تنش هایی که بین ایران و اسرائیل هستش، دلار بالا رفت، قیمت دلار به 63000 به بالا 6300 تا حالا این هی بالا میره، مثلا یه خورده پای میاد میره بالا، ولی اش به 63000 تومان رسید. و براتون بگم قیمت طلا رکورد تاریخی خودش رو ثبت کرد، یعنی اولین باره که قیمت سکه طلای طرح جدید در بازار تهران با گذر 50 میلیون تومان، همونطور که گفتم، رکورد رو گذروند. صحبت از طلا و جواهر کردم. براتون یه چیز بگم،
یک در همین یک فردی به نام حسین یکتا. حسین یکتا عضو شورای مرکزی قرارگاه امار به یه اردوهای راهیان نور رو ترتیب داده بوده و خامنه ای اون رو اسب عربی، همین مرتیگر که الان نشون تو خواهم داد، ازش میبره. یعنی اینقدر به این چیز بالا پر میدن و اینا. و مشاور و دستیار ستاد مرکزی راهیان نوره و این به شبکه تلفنی افق هم کمک میکنه. در صورت این کسیست که شبکه افق، باید بگم که حلقه اطلاعاتی امنیتی رژیم ها، این رو باید اضافه کنم. در صورت این حالا اومده چی میگه؟ همین هفته میاد میگه که اگه زنان ایران از طلای خود بگذرن و اون رو به حزب الله بدن، بصیرت داره. مردی که نگاه کنید، مردی که رو اگه امروز خانوما اومدن در یک وقت طلایی، در یک زمان طلایی تلاشون رو بدن، یعنی این بصیرت و معرفت هست در ملت ایران که وقتی لازمه از اون چیزی که خیلی دوستش داری بگذری، که یه روز بچت بود، یه روز جونت بود، امروز تلاته، بر اسلام میگذری. حالا یک روز اسلام در دشت بلای کربلای ارباب امام حسین نبرد و درگیریش تجلی کرده، یک روز در جنگ احد و بدر و خیبر تجلی کرده، یه روز امروز در دفاع مقدسه، یه روز در دفاع از حرمه، یه روز در دفاع از امنیته، امروز در دفاع از مردم مظلوم لبنانه و پای کار امت حزب الله، حزب الله لبنان بودنه. مرد کردید، این یکی از کله گنده هاشونه ها. همونطور که بهتون گفتم، یکی از ایناست که دیگه عضو شورای مرکزی قرارگاه فلانی و نمیدونم با مردم، زنای ایران، بچه های ما ندارن بخورن، بیان طلاهاشونو بفروشن بدن به لبنانیا و اون وقت بصیرت داره. من نمیم تو اینا چیه میگی؟ و تازه اینجا همینجا خط نمیشه، چون این گفته، این دیگه گل سرسبد خامنه ای این و خیلی بهش اسب عربی بهش میگه، یعنی اینقدر این بروه، یعنی حرکت داره، کار میکنه و فلان و اینا. از همینجا اومده این آدم ها رو میبرن تلویزیون. وقتی این زنای این مدلی که حالا هرچی که شما میخواین اسمش رو بذارین، میان اینام انعکاس حرف اون رو اینجوری میگن. نگاه کنیم، عدد دو خیلی خاص و ویژه مخصوص ما خانم ها هستش. با ارسال عدد دو به 3222 اگر تمایل دارید هدیه طلایی رو، حالا این در واقع هدیه و این طلا میتونه یک سرمایه باشه تو زندگی شما، یک خاطره باشه. بعضی ها میگن ارث فامیلی و خانوادگیمون هست، اما الان بنا به تکلیف احساس میکنیم که در راه مقاومت باید این هدیه رو بگذاریم و تقدیم کنیم. این طلا برای ما خانم های ایرانی، عمر از مادر بزرگامون، از مادرانمون شنیدیم که طلا خلاصه برای روز مباداست و امروز اون روز مبادای امت اسلامیه. یکی نیست به اینا بگه که مردم ایران که زیر خط فقرن، خودتون داریم میگین مردم ایران که کارگران، پول کارگران نمیدیم، اما دارم وقت کنم این سعی کنم کمتر حرف بزنم و برن طلاهاشون بفشن به بچه های لبنان بدن. اینقدر اینا بیشعورن، اوجه بیشعوریشونه. یه وزیر اون وقت آموزش پرورش همجا خط نمیشه. حالا اون که اسب عربیه، اون که سردار کلشونه، اینطوری میگه. حالا ببین وزیر آموزش پرورششون چی میگه. وزیر آموزش پرورش اومده گفته که مسئولیت داریم صدای دانش آموزان غزه و لبنان باشیم. مرسی که تو وزیر آموزش پرورش ایرانی، صدای بچه های ایران باش، صدای بچه های غزه و لبنان باشی. کی به ما چه؟ کی تو رو وظیفه داده که اون یکی میگه تل مادر پدر و طلاهاتون بفروشین، این یکی میگه آموزش پرورش هم پولم بفرستین برای بچه های غزه و لبنان. وقت بچه های ما چجوری هن؟ اینجوری هن. نگاه کنید، کلاس چندومی؟ کلاس پنجم و ششم. اینجا کلاس نداریم، تخته، میز، صندلی هیچی نیست. معلم اینجا ما رو درس میده، باید محیط درست شه، کلاس درست شه. ما الان بیرون اینجا
گرما میشه. گرما آره. بعد اسم مدرسه هاتون چی بود؟ اسم مدرسه شهید آیت الله مدرسه کشاری. اسم روستاتون کشاری؟ آره. اینجا ایرانه، به بچه های ایران باید برسی. اگه طلای میخوای بفروشی بچه های ایران بده. کی گفته بری بیده غزه و لبنان؟ این همه ساختی. نه اینا رو ببینید که توی حیات نشستن، کلاس ندارن. نگاه کنید یه تیکه کوچیکه. نشسته نشسته اوه اوه وا 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 فکر میکرد مادر کمبود کلاس درس داریم، مدرسه ندارن، کلاس ندارن. اون وقت وزیر آموزش پرورش میگه باید صدای بچه های لبنان و غزه باشیم. به ما چه؟ برای چی ما باید بریم پول بدیم؟ کم ساختید؟ کم ساختید مدرسه تو لبنان و بهداشت و از اینجور حرفا؟ کم پول فرستادید؟ بچه که با یه آب نبات خوشحال میشه میخوای طلا تو فروشی بری بره بچه های غزه و لبنان؟ نه، بچه های ایران، بلوچستان، سیستان و بلوچستان و دیگر جاهای ایران بهش احتیاج دارن. خجالت بکش از این بچه ها. یک نفر بیاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بون دیدنشم. اون وقت دلت واسه بچه های غزه و لبنان میسوزه؟ من باز در اینجا تاکید میکنم، من مخالف هیچ گونه کسی نیستم، هر کس جای خودش شد، به من هیچ ربطی نداره. وقتی که اصلا اسلامی که قبول دارن در اینه که اسلام میگه، من بچه مسلمونم یه هوا، آقا میگه که شما از اول که ما گفتن اینطوری گفتن که اگر کسی تو خونت کمک احتیاج داره باید خونته، اگه فامیلت به فامیل، اگر نه فامیل نه به همسایه، اگه به همسایه نه به شهر دیگه، اگه تموم شد همه دیگه سیر بودن برو به جای دیگه کمک کن. مردم ما گرسنه. امروز همین قالیباف 3 تن دارو رو مگه شما نگفتید تحریمیم؟ ما داد زدیم، فریاد زدیم بابا به خدا، به پیر، به پیغمبر، دارو اصلا و ابدا تحریم نیست. جمهوری اسلامی شعار میداد دیگه، این نایک و اینو ایکس و ایگرگ و اینا همه شعارشون این بود که آقا این تحریما مردم ایران دوا ندارن. دروغ دروغ، انقدر که اینا دروغ گفتن، این همه دروغ گفتین. حالا برداشتن همین امروز 3 تن دارو از کشور به لبنان فرستادن. آقای قالیباف که دوست خودش و زن بچهش میرن ترکیه سفر میکنن، 3 تن دارو فرستادیم. مردم ما تو سیستان و بلوچستان دارو ندارن. بریم سری به آبادان بزنیم. آبادانی که میگفتن خیلی قشنگه. امروز یه پسر دیدم این فیلمو درست کرده بود، نگاه کنید. اینجا آبادان ما بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه رو داریم، ولی یه ریالیش خرج شهرمون نمیشه. تازه کلی هم جوان تحصیل کرده بیکار داریم. اینجا آبادانه ما، یکی از قدیمی ترین استادیومای کشور رو داریم، یکی از باقدمترین تیما، ولی هر سال تیممون برای نیافتادن به دسته پایین‌تر داره تلاش میکنه. اینجا آبادانه ما اروند زیبا رو داریم، ولی کنارش شده پر نخاله و خاکریز و آشغال. اینجا آبادانه ما یه دونه پارک نداریم که امکانات رفاهی خوب داشته باشه. تازه اینم وضعیت آبنمای شهرمون. اینجا آبادانه ما تمام کوچه‌هامون چه فرعی چه اصلی فاضلاب زده بالا. اینجا آبادانه شهر من با داشتن پالایشگاه پتروشیمی منطقه آزاد و و و کوچکترین آسفالت سالمی نداره. بله اینجا آبادانه، پولامونو ببرین غزه و لبنان، دوا بفرسین. بینندگان عزیز، دوست داشتم خیلی حرف دارم بزنم، ولی هرچی بگیم کم گفتیم. خیلی من ناراحت میشم از این سوژه و
خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، برای که پولای مردم ایران رو میفرستن به جای دیگه. دوست داشتم با مجله فردوسی امروز با شما خدافظی کنم. امیدوارم که ما رو در این راهی که قدم گذاشتیم در مورد مجله فردوسی امروز حمایت کنید، یاری برسونید و مشترک مجله فردوسی بشید که ما بتونیم این راه رو ادامه بدیم. با تشکر از سپهر عزیزم در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید و این دقایق رو با من و همراه من بودید، بسیار سپاسگزار هستم. باید این رو اضافه کنم که اونهایی که بیننده تلویزیون و برنامه من هستن مطمئنن از تخفیف ویژه‌ای برخوردار هستن. با این آگهی فردوسی امروز از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. هفته‌نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته‌نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته‌نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته‌نامه فردوسی امروز.